خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من حالم خوبه، ستار دلدار هستم از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو و به ایریا سیلیکون ولی و تقریبا شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز نازنین و گرامی. من امروز دو تا مسئله هست که میخوام با شما در میون بذارم. یک توافقنامه زندگی چیزی امضا شده و اسمای عجیب غریبی توشه، حداقل یه دونش خیلی عجیبه به نظر من، و یکی دیگه مسئله به اصطلاح گردن کلوپی کشورهای عربی در خلیج فارس که حالا از ضعف ما دارن حداکثر ضعف حکومت استفاده رو میکنن و دارن به دزدی هاشون ادامه میدن. خب یک جایی یادتون هستش که ما یک منطقه گازی داریم به نام فارس دو و اینجا در واقع ما با قطر مشترک هستیم به حوزه گاز و حدود اگه اشتباه کنم 15 ساله قطری ها دارن گاز این منطقه میبرن، نصفش مال ما نصفش مال قطر و قرار بود که ما همزمان شروع کنیم بهره برداری از این اصلا گاز زیر خلیج فارس رو آبهای خلیج فارس رو، ولی امکانات فنی نداشتیم. قطری ها شروع کردن، قطر با بهره برداری از همین حوزه پارس گاز پارس به صورت ثروتمندترین کشور روی زمین در آمده و مثلا حساب ذخیره ملیش یه چیزی بود 400 میلیارد دلار. و ما هنوز حالا تازه میگن در کلی نصب کرد 15 سال اونو دارن میبرن. در یکی نیست از این دولت بپرس آقا شما بی کفایت آقا چرا؟ چه بلای سر ما اومده؟ چه بدبختی رو ببینید که شما آدم های بی کفایت بالا سر ما واسدید و هی هم اعدام میکنید هر چی بگه بول نمیزنید. خب من میشه چنین چیزی؟ ما نمیتونیم بپرسیم از این حکومت بی ارزه آخوندی که چجوریه 15 سال قطر داره از این حوزه گاز به طوری شده که قطر دیگه من نفت صادر نمی کنم، احتیاج ندارم، فقط گاز، و ما نتونستیم قطر از این گاز رو استخراج کنیم. از طرف دیگه یک حوزه گاز دیگه است به نام آرش. حالا ببینید چه بدبختی نصیب ما شده، هر چی از را میرسه یه مشکو میگیره و میره. نمیدونم اونه وقتی که پیر میشه این همه براش شاخشو نمیکشه. حالا ما پیر نیستیم، آدمایی که مملکت میگردونن پیر و بیعرضه هست. عربستان و کویت دیروز پنجشنبه اعلام کردن که این حوزه گاز آرش کمپلیت مال ماست و به هیچ وجه ایران سهمی از این میدان گازی نداره. اسفناک بود. حالا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آقا ما نمیتونیم نمیدونم بر بتابیم، اگه بگید مال ما نیست بر بتابیم چیه؟ اگه شما ارزو داشتید اینا نمیتونستن از این حرفا بزنن. اگه شما واقعا قدرتی بودید خود غلط میکردن که از این حرف بزنن که حالا بشا بر بتابید یا بر نتابید، جرعت نمیکردن بارو دومه چیر بزنن. ولی شما مورچه راحت لگد رو بکنید، خیلی بد افتضاحه.
که فکر کنید که عربستان و قطر یا بگه آقا ایران حالا لرزه نگاری شده اونجا که ببینن این حوزه گاز بیشتر به طرف کدوم کشور 40% گاز این منطقه تو به اصطلاح مرزهای ایرانه. اونا میگه نه اصلا 1% هم ایران نداره و شروع کردن به آغاز بهره برداری، یعنی کار ساختمانی اینا شروع کردن. وقتی آدم اینا رو میبینه من نمیدونم، من همیشه پیش خودم فکر میگم که این زمان فتلیشا این مردم ها چقدر بی عرضه بودن، چه آدم مثل فتلیشا پادشاهشون بود. بعد روسا اومدن، حالا امپراتوری روس بودیم بوده به هر حال در بی عرضگی و ضعف ما. حالا قبلش مثلا فکر کنید که کریم خان هم پنجاس قبل که نادر شاه بوده و کلان اینا اینا قدرت بزرگ منطقه بوده جهان بوده. حالا به یه روزی افتادیم که خب اومدن گرفتن و همیشه گفتم و آلما چقدر مردم یه اوجه اون موقع داشتیم، الان میبینم خیلی بدتر از اون موقع است. اون حداقل امپراتور روسیه اومد نمیدونم شرایط قفقاز از ما گرفت، امپراتوری بزرگ زمانه بوده در اوج قدرتش بوده. حالا چی؟ کویت؟ ما زیرو به کویت نمیرسیم، به قطر نمیرسیم. حالا قطره با تو چه خب قبوله نیست نیست، اگر خب ما نتونیسی پرزه نداشتیم اکتشاف کنیم بحر برداریم و اگر میگه عربستان و نمیدونم کویت دیگه چی میگم. ببینید دوستان عزیز، حکومت جمهوری آخوندی یه ذره به خودتون فکر کنید، یه ذره برید جلو آینه واسی ببینید ما چی کار داریم میکنیم، چقدر ما یوکسیم. ببخشید یعنی واقعا یه چیزی هست که این نرو آدم میره، اعصاب آدم میره که فکر مثلا کویت بگه ایران حقی نداره، اعلامیه بدن رسما بگن آقا اینی که ما میگیم خیلی بده. حالا یه مسئله دیگه هم هستش بازم اونا من اذیت میکنه، چون که مثلا یه گروهی اجتماعی درست شده که اینا توافق کردن چندین حزب مثل مثلا فدایان خلق، حزب ملی، حزب مشروطه، جمهوری خواهان دموکرات ایران و و و و اینا همه اومدن با هم یک اطلاعیه یک توافق نامه امضا کردن که من در یه موردش خیلی حرف دارم، خیلی خیلی حرف. ببینید پیام رو ببینید، هر سه تا آقایونی که توی برنامه هستن امروز یه سوال منه، هر سه تا گروه حزب مشروطه، چپ و جبهه ملی، هر سه ها بپرسم چی بود شما امضا کردید؟ میشه که دیگه بابا حکومت میزنه تو سر ما، حزبای مخالف رو نمیدونم حزبایی که در واقع اپوزیسیون هم مثلا اونا خودشون نفهمن دارن چی کار میکنن. با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم واقعی ایرانی هم وطن بسیار بسیار از این گرام یک توافق نامه امضا شده، توافق نامه حق داشتن، حق داشتن، حق زندگی داشتن. بعد این توافق مسائلش خیلی جالبه، مثلا اعدام نکنید، نمیدونم شکنجه نکنید، 4-5 تا ماده داره، گفتنم نداره اساس حقوق بشر نوشته شده این توافق نامه و تعداد زیادی از گروه های سیاسی و قومی ایران این توافقنامه رو امضا کرد، از جمله همین سه تا آقایانی که الان
تو برنامه من هست و این تافل قشنگی بود، خیلی قشنگی، اما من نفهمیدم حزب دموکرات آذربایجان یعنی چی؟ یعنی یه حزبی که فقط برای مردم آذربایجان ایرانه یا توش کلکیه تو این حزبه؟ ببینید وقتی که اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومد، دولت جدید کمونیست اومد قفقاز رو کرد آذربایجان، منطقه قفقاز بود دیگه، اسمش عوض کرد کرد آذربایجان که یه استخون لای زخم بذاره. آذربایجان این برای عرصه، اون برای عرصه بشه سرزمین های قفقاز، ماورا قفقاز هم که اون دور دورتر است. حالا اومدن یه حزب درست کردن، حزب دموکرات آذربایجان. ببین من همه گروه ها رو دیدم، دو تاش عرض دارم، مثلا گروه های چپ ایران، حزب مشروطه ایران، جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران، همه اینا یک اسفند ایران دارن جز این حزب دموکرات آذربایجان، یعنی منظورشون فرقه پیشوریه. ما تاره حزب دموکرات آذربایجان نداشتیم جز زمان پیشوری، فرقه پیشوری. بعد کنگره اقوام ایرانی، توی کنگره اقوام ایرانی گروه های مختلفی کار تروریستی کردن و میکنن هستن، ولی که یه چیز عجیبه برای من، گروه الاحواز یعنی چی؟ یعنی واقعا شما باور دارید شما با یه گروهی دارید توافقنامه امضا میکنید که باز خوزستان رو رسما عملا و عددا خواستار جدایش از ایرانه؟ اصلا الاحواز یعنی چی؟ یکی دارم بگه الاحواز چیه؟ وقتی میپرسی میگه الاحواز چی؟ میگه آقا یه قومی بوده اسم حوز، قوم عرب بوده اونجا. نه مزخرفه، ببخشید، الاحوازی وجود نداره. احواز اسم با مسمایی هم هست، احواز یعنی سرزمین آهوها، آهوان، و درست هم هست. چرا؟ چون در احواز و خوزستان یک نوع آهوی خالدار وجود داره که در دنیا نیست، فقط در خوزستان هست. وقتی هم احواز یعنی همون سرزمین آهوهایی که در جای دنیا نیست، فقط تو احواز هست، اون منطقه هست. یا مثلا میگه آقا عربستان، عربستان چی؟ اینا حرفایی که عبدالناصر، جمال عبدالناصر در آورد. عربستان که هستش یه دونه. حالا باز این مثلا میگه خوزستان، خب معنی داره، خوز یعنی نیشکر. خب ما سرزمین اونجا سرزمین تولید نیشکره، همه چیز این منطقه سر جاشه، اساسش با مسمی. حالا من ببینم، اول از همه نمیخوام با فواد پاشایی شروع کنم، بسید با جبهه ملی شروع کنم. آقای بیژن خانم توافقنامه دو تا جبهه ملی زیر اسم این گروه های در واقع واقعا من گروه های ضد ایرانی راحت میکنن، معنیش یعنی چی؟ چجوری شما این امضا کردید؟ صداتون رو من نمیشتم.
بله صدا هست الان؟ بله. درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز در پنل و بینندگان خوب تلویزیون کانال پارس. ببین آقای دلدار، وقتی من اینو دیدم واقعا شرم، عرق شرم بر روی خودتونم شرمنده شدیم. ما این امضا نکردیم. جبهه ملی ایران در آمریکا و جبهه ملی ایران در ایران این رو امضا نکرده. نه تنها امضا نکرده، دو تا بیانیه هم در باره این سال آقا نوشته جبهه ملی. بله ببینید جبهه، ببین آقای دلدار، کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه که یک گروه هایی رو درست میکنه و یه سری گروه ها رو هم یک هندونه میذاره زیر بغلشون و اینها رو میفرسته با گروه هایی که تجزیه طلبن و تروریستن همکاری کنن و به این صورت این اپوزیسیون رو بی‌اعتبار کنه. این چیز جدیدی هم نیست. اولا این دوتا جبهه ملی، یکیش جبهه ملی اروپا، یکیش سازمان های جبهه ملی خارج از کشوره که هیچ ربطی به جبهه ملی در آمریکا و در ایران نداره. نه تنها نداره، ما مدت هاست که با این افراد مشکل داریم. یعنی این جبهه ملی، سازمان های جبهه ملی چند وقت پیش با آقای رضا حسین بور که از نزدیکان عبدالمالک ریگیه یک تفاهم نامه امضا کرد. وقتی که این تفاهم نامه آمد که اونجا مدعی شده بودن که زبان مادری، تدریس زبان مادری نه تدریس به زبان مادری، اینها میخواستن که به اصطلاح زبان فارسی رو از اون اولویت و اینکه زبان ملی مشترکه بردارن و به اصطلاح مجالس استانی تعیین کنن و هر استانی هر زبونی که دلش میخواد اونجا صحبت کنن و درس بدن اینو. خب این مخالف منشور جبهه ملی ایرانه، برای که منشور جبهه ملی ایران میگه آموزش زبان مادری نه آموزش به زبان مادری. یعنی اون یه به میاد زبان فارسی رو میبره زیر سوال و اینها این رو نوشته بودن که آموزش زبان مادری و اینکه دولت‌های استانی تشکیل بدن و هر ایالتی هر زبونی که درش بخواد صحبت کنه. خب این مخالف منشور جبهه ملی ایرانه. هم جبهه ملی ایران در آمریکا، هم جبهه ملی ایران در ایران بیانیه دادن بر علیه این آقایون که آقا این راه و روش جبهه ملی ایران نیست و به منشور جبهه ملی احترام بگذارید. این جریان مال دو سال پیش، امروز دوباره همون گروه آمده و این بیانیه شرم‌آور و خفتبار رو امضا کرده. من به محتواش کاری ندارم. ببینید آقای دلدار، محتواش قشنگه. محتواش خیلی خوبه، ولی ببینید کسانی که اونو امضا کردن سابقه شون از جمهوری اسلامی بدتره. شما چگونه میتونید با یک گروه تروریستی یا یک گروه تجزیه طلب بخواید برید با جمهوری اسلامی مقابله کنید و دموکراسی رو حاکم کنید؟ اینا اصلا اعتقادی به دموکراسی ندارن. گروه الاحواز حمله کرده به رژه غیر نظامی ها در احواز، آدم های بیگناه رو کشته. این دوتا حزب مسلح کرد با همدیگه دعواشون شد، همین دو ماه پیش همدیگه رو لط و پار کردن، کلی از همدیگه زخمی شدن و دوتا کشته گذاشتن. بنابراین اگر شما میخواید در راه دموکراسی قدم بردارید باید شرکا و پارتنراتون پاکیزه و منزه و در خط شما باشن، نه کسانی که زیر سوالن. ببینید آقای دلدار، شاه فقیه، دکتر مصدق و قوام یک کار درخشان کردن. 1325 نجات آذربایجان از دست فرقه دموکرات آذربایجان پیشوری، کلی هم کشته و شهید دادیم، کلی هزینه دادیم، ولی ایران آزاد شد. واقعا شرم‌آور الان حزبی که آقای داریوش همایون که از سردمداران یک پارچگی کشور بود بیاد امضاش بذاره بغل این جریان خائن مزدور تجزیه طلب بیگانه پرور یا اون گروه ملیت‌های ایرانی. من واقعا از آقای پاشایی واقعا هم دلگیرم هم ناراحتم. و این آخه چه وضعیه؟ شما حالا شورای گذار و شورای نمیدونم تقسیم و تصمیم و اینا کلی تجزیه طلب میشه، حالا میگه شما میخواید گفتمان کلی. خیر خب الان گفتمانتون ممکنه، حداقل اینا گروه مسلح نیستن، کار تروریستی نکردن، ولی اونم ایراد داره، نه اینکه اون درسته. چون اگر شما به یک پارچگی کشور، شعار همایون، آقای داریوش همایون این بود، یک ملت یک کشور، یک ملت یک کشور در زیر یک پرچم،
برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی. این شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی شعار جبهه ملی بود. آقای همایون گفت آقا من این شعار رو میخوام و با کسب اجازه از دکتر مدنی این رو برداشت در کنگره پنجم حزب مشروطه گذاشت روی اون سالون. حالا بعد از ایشون ما میبینیم که این با حزب فرقه دموکرات آذربایجان و گروه تجزیه طلب اینا. آقا این اگر شما در راه دموکراسی قدم برمیدارید باید با گروه ها و جریاناتی کار کنید که معتقد به دموکراسی هستن، نه اینکه هم دیگر میکشن، نه اینکه نمیدونم کار تروریستی انجام میدن. خب این ببینید آقای همایون، در آقای دلدار، در چشم اپوزیسیون این گروه ها و کل اپوزیسیون جریانات فشل و ناکارآمد و منحرف دیده میشن، حقم دارن مردم. برای همینی که مردم اصلا کاری به اپوزیسیون ندارن، خودشون دارن کار خودشون رو میکنن. مثلا در عاشورا تاسیا ما شاهد حماسه بودیم، اکثریت خاموش قدم گذاشت به اعتراضات. در آمار گروه نیاکی اومد جلوی مزار غزاله چلابی اون حماسه رو آفرید. مادر کیان پورفلک پرچم شیر و خورشید رو برد بالا. مادر مهسا بر سر مزارش آهنگ ای ایران رو پخش کرد. اصلا دغدغه مردم در داخل کشور فدرالیسم و این جریانات تجزیه طلب و فشل و مزدور بیگانه نیست و واقعا شرم‌آوره. من از حزب مشروطه اصلا انتظار نداشتم. حالا رفتید با نمیدونم شریعت مداری و چهار تا شاخ شکسته دیگه که دنبال فدرالیستم بخواد گفتگو کنید، بری بکنید، ولی دیگه با این گروه های خائن. و پس با من شما موافقید کلا با هم دیگه؟ ما موافقیم. بعد پس شما چه بله من الان این بیانیه رو براتون میفرستم آقای دلدار. اگه این بیانیه، البته جبهه ملی در داخل کشور هنوز این بیانیه، هنوز بیانیه‌ای نداده، اما جبهه ملی در آمریکا این رو محکوم کرد و گفت در پایانش گفته کسانی که مدعی ملی بودن هستند ولی به منشور جبهه ملی ایران اعتقاد ندارند خیانت کردن و دشمنی میکنن با نهضت ملی. از جمله این دوتا سازمان جبهه ملی خارج از کشور و جبهه ملی اروپا. ممنون آقای بادپاشایی. نوک تیز حمله آقای بیژن مهر مستقیما به طرفشون و میگن شما به اون ایدئولوژی و عقیده و ایمانی که داریش و امامین بر اساس آن حزب مشروطه ایران رو پای گذاشت، شما وفادار نموندید و با همین گروه های تروریستی که منم اسم اول برنامه گفتم اصلا باور کردنی نیست، شنیدن حزب الاحواد نمیدونم چه جبهه نجات بخش الاحواد یا حزب دموکرات آذربایجان، اینا همش مسخره است. نه همیدن کسی به این چیزا باور نداره. چند تا آدم دور خودشون جمع کردن اون وقت نمیدونم برقا زمینه کاریشون این پایین هست. آقای پادشاهی چجوری شما با این توافقنامه امضا کردید؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما و دوستان و آقای مهر و مقدم عزیز، شاید شما دقت کردید که در طول گفتگوها من داشتم لبخند میدادم. چرا لبخند میدادم؟ چون بیژن عزیز ما به قول ما گرد نکرده پیچی میکنه، بدون اطلاع، بدون که در جریان مطالب باشه میگه و میره و حرفاش هم حرفایی که میزنه اشتباه نیست، حرفاش درسته. ما به هم حمود به هم به تمامیت ارضی معتقدیم، هم به یک پارچگی معتقدیم، هم برامون خط قرمز، هم به هیچ جواب با هیچ سازمانی که به حساب به تمامیت ارضی معتقد نباشه نه میشیم نه صحبت میکنیم. ولی چون در کون قضیه نیستن، در جریان داستان نیستن، همینجوری یه مطلبی میفرمان. اولا که ما با هیچ کس بیانیه امضا نکردیم، ما با هیچ کس کاغذ امضا نکردیم، ما با هیچ کس توافقنامه امضا نکردیم. مطلبی آمد بیرون، یک نوشته ای از دوستان جبهه ملی اروپا بر ما فرستادن که یه همچین مطلبی هست در مورد آزادی های به حساب سیاسی، در مورد برابری مردم، در تمام مردم ایران، زن و مرد و به حساب پیر و جوان و هر کسی از سراسر دنیا، مخالفت با اعدام است، مخالفت با به حساب شکنجه است، مخالفت با فشار روانی بر سیاسی و مخالفت زندانی سیاسی و این حرفا.
آیا هادی نگاه کنیم تو این همیشه اینا همه باورهای خود ما و اول هم معتقد بودیم و به شما معتقد هستیم. وقتی برای من مطلب آمد من دیدم که اولا در نوشته گفتم بشه ترتیب تو این قرار است که هر کسی که اینه قبول داره روز سرکاغت خودش تنهایی به طور شخصی روز سرکاغت خودش منتشر کنه بگه آقا من به این اصول معتقدم. برای اینکه ما حاضر نبودیم با خیلی از اینها امضا کنیم مطلب به هم دلیل قرار شد هر کسی اون 12 تا سازمان به من دادن نصف شده 12 تا خودشون رو سر کاغذ خودشون تنهایی چاپ کنن و در یک دوام بیارن. یکی از این سایت ها ظاهران اگر اشتباه نکنم ایرانی بود همچین چیزی اینو برداشته پخش کرده و این 13 تا سازمانی که هر کدوم ما حتی بیانیه رو سر کاغذ خودمون به تنهایی چاپ کردیم نمیشه آقا ما به این اصول باور داریم. اگر کسان دیگر به این داستان باور دارن گناهشون گردن من نیست. اگر یه آدم به حساب کردی هم در اون طرف مرزهای ایران به اون داستان باور داره به من شما به من تو حق نداری به داستان. ببین آقای فؤاد باشه منم بذارید اینجا ایرادی به شما اولا من دیدم تنهایی نبود نه چرا سازمان ها شما اینو کی به شما داده بود؟ من که حالا نمیتونم بگم چی بود. شاید که ایران آقای دلدار اجازه فرمایید من به تو میگم اینو دو تا از سایت خرایی چاپ کردن. من نمیتونم آقای فاطمی بگم اجازه امروز خود جبهه ملی که در اروپا هست بیانیه داد ما هم تو همین حدود بیانیه میدیم و اینو همین ترتیب میگیم که ما با کسی کاغذ امضا نکردیم. ما روی سر کاغذ خودمون به تنهایی اینو اعلام میکنیم. اگر دو تا خبرگزاری رفتن به حساب بجهتی کردن برداشتن همه این امضاهایی که به طور منفرد اومده بیرون زیر هم نوشتن تازه ما تو اون بیانیه خودمون بیانیه ما بیانیه حزب مشروطه با بیانیه دیگران فرق میکنه. چرا؟ چون دو تا لغت رو عوض کردیم. یک به دیگران نوشته بودن که به حساب با اتنیک ایرانی ما گفتیم آقا ما چیزی به اسم اتنیک در ایران نمیشناسیم. ما اقوام ایرانی میشناسیم اونجا میبینیم برابری همه اقوام ایرانی ما چیزی به اسم اتنیک نمیشناسیم. دو اعلامیه خود ما نوشتیم اتنیک. دو در مورد بتاب حق برابری حق نوشتیم آقا ما این لغت رو نمیدونیم یعنی چه معنی شده چه برای ما حق شهروندی مهم است. ما نوشتیم همه ایرانیان در حق شهروندی با هم برابرند. حالا این حق برابری حق معنیش یعنی چه؟ برای خود تو اعلامیه دیگه شاید نوشته باشم برای ما فرق مهمی مهمی که من اعلامیه خودمو دارم پخشم کردیم رو سایتمون هم گذاشتیم. اعلامیه ما با اعلامیه دیگر در چندین لغتش فرق میکنه چون لغاتی بود که برای ما اهمیت داشت که بهتابت اشتباهی برای کسی پیش نیاد. به همین دلیل من برای بار چندم اعلام میکنم این اعلامیه ها هر کسی قرار بود روی سر کاغذ خودش به طور شخصی نه که با هم روی سر کاغذ هم دیگر امضا کنیم اومده بیرون. اگر بعد از اینکه اومده بیرون یکی دو سازمان دیگه مثل کنگره ملل ایران اونها هم رفتن برداشتن با اون نوشتاری که توش اتنیک اومده نوشتن به ما ربطی نداره. من که نمیتونم برم به کسی بگم شما حق نداری با اعدام مخالف باشی شما حق نداری با شکنجه مخالف باشی خب مخالف باشن ولی ربطی به ما نداره. ما این نظرات خودمون بوده که با حال دیگران هم باش موافق بودن اونها هم اعلام کردن ولی ما در اون مواردی لازم بود دو تا تحصیل تو بیانیه کردیم به سرکاغت خودم در خدمت شما. بله خب اجازه میدین آقای دلدار؟ نه اجازه بدید که اگر وقت بود بعد شما میتونید جواب همدیگری بدید. دوز اول نظرات آقای اردلان چون امروز ما یه 10 دقیقه زودتر باز برنامه رو تموم کنیم. آقای مقدم گروه های چپ از جمله فدایان خلق این اعلامیه رو این توافقنامه رو امضا کردن. شما واقعا اعتقاد دارید این ایرادایی که من گرفتم این مخالف من هستی مخالف صحبتایی که آقای مهر کرد آقای فرهاد آقای پاشایی سر کردن که اصلا خودشون مبرا کنه از این اتهام شما چی فکر می‌کنید آقای اردلان مقدم؟ با سلام خدمت شما شرکت کنندگان عزیز و بینندگان محترم. ببینید خب من به عنوان یک ترک با این مسائل از قدیم آشنا بودم به عنوان کسی که در خانواده‌ای بزرگ شدم که با فرقه دموکرات نزدیک بودن رابطه داشتن در جریانش بودن از دو طرفش هم در مقابل فرقه دموکرات هم در موافقت با فرقه دموکرات خانواده‌های من درش دخالت داشت. اولا که همه دوستان و خود شما هم یک بی‌لطفی میکنید کم لطفی میکنید که مسائل
ملیتی رو در ایران میخواید نادیده بگیرید. ما نمیتونیم اینا رو نفیشون بکنیم. اینا مشکلاتی هست که در ایران وجود داره. شما نمیتونید وقتی که یک ترک میومد، حالا من الان ایران نیستم نمیدونم، ولی وقتی که یک ترک میومد در تهران و میخواست فارسی حرف بزنه به زور یه چیزی رو بفهمونه مسخرش میکردن، شما خودتون رو بذارید جای اون فرد ببینید چه حالی میشه. یا یک بچه ترک که توی مدرسه به زور باید فارسی درس میخوند و نمیتونست یاد بگیره، نمیتونست تلفظ درست داشته باشه و مسخره میشد، چه حالی میشه؟ آیا اون شخص، حالا کرد، بلوچ، نمیدونم عرب، هر کسی، شما ببینید آیا این فرد میتونه خودش رو جزو این ملت محسوب بکنه؟ واقعا افسرده میشه، ناراحت میشه، حس میکنه که این در کشوری قرار داره که با تمام زحمتی که میکشه، با تمام زوری که داره میزنه تا خودش رو همرنگ اینا بکنه، باز هم داره کنار گذاشته میشه، مثل یه هموطن درجه دو داره باهاش معامله میشه. اینا هموطن حسابش نمیکنه. ما نمیتونیم مسائل رو از کنارشون ویراج بدیم و بگذاریم بعد بخوایم که یه راه حل براشون پیدا کنیم که به نفع ما باشه. مسائل رو باید حلش کرد، باید راه حل پیدا کرد. اگر راه حل پیدا نشه همین مشکلاتی میشه که الان موجوده. شما تا کی میتونید یکی رو سرکوبش کنید، ساکتش کنید، مجبورش کنید به یک زبانی که زبان اون نیست حرف بزنه، به یه لباسی که لباس اون نیست لباس بپوشه؟ خب مسلمان این فرد به عکس العمل خیلی تند دست خواهد زد. اگر کرد اسلحه برمیداره، بلوش اسلحه برمیداره، اون عرب میخواد، عرب ایرانی میخواد ادعا بکنه که من چون ایران منو قبول نمیکنه من میخوام عربستان بشم بکنم اینجا رو، اینا درست نمیشه. ما باید مشکلات رو اول حل بکنیم، بیایم یه راه حلی پیدا بکنیم که این هموطنان چطور میتونن در کنار هم زندگی بکنن. شما همین الان در همین کشورهای خارجی نگاه بکنید، من 3 تا دختر دارم خودتون میدونید، اینا دبیرستان که میرفتن خیلی سعی میکردن خودشون شبیه به اصطلاح اینجا یا بکنن، با بچه های اینجا اخت بگیرن، با اینکه دوتاشون هم همینجا به دنیا اومدن حتی، ولی هیچ وقت نتونستن با اینا یکی بشن. چون به محض اینکه اینا اسم اینا رو میبینن اصلا یه اخلاقشون عوض میشه، دور میزنن. در داخل ایران هم ما همین وضعیت رو داریم. یک دور جرأت نمیکنه بیاد چیز بکنه، بیاد هویت اصلی خودش رو داشته باشه. یک بلوچ جرأت نمیکنه. خب اینا باید حل بشه. اینا حل نشه همش مشکله. این یک. دو، با من این اتحادهایی که اینطوری انجام میشه، میان با هم دیگه اطلاعی هایی میدن، اینا به هیچ جا نمیرسه. برای چی؟ برای همین اختلاف اتنیکی، اختلاف قومی، ملی در ایران، برای اینکه همدیگه رو نمیتونیم درک بکنیم. و برای همینه که ما در ایران بزرگترین مشکلمون اینه که شما اگه از اول تاریخ ایران نگاه بکنید، همیشه ایرانی به ایران خیانت کرده. چرا؟ برای اینکه اون ایرانی بقیه ایرانی دیگر رو هموطن خودش نمیدونسته. مشکل اینجاست. مشکل اصلی رو اول حل بود. مرسی اردن جان. آقای مقدم سپاسگزارم. گفتم اون یه ذره تو باز برنامه تموم کنیم. و البته من جواب برای شما دارم آقای مقدم، ولی که نمیخوام الان نظر خودمو بگم. فقط یه کوچولو میگم. نمیتونم نگم. ببینید آقای مقدم، این زبان تو همین آمریکا هم همینه، زبان اصلی انگلیسیه، ولی که مثلا در ایالت کالیفرنیا زبان دوم زبان مکزیکیه، زبان اسپانیشه در واقع. و یه زبان کلی، یه زبان مادری، یه زبان اصلی به نظر من باید دو مملکت باشه. حالا ترکی هم باید یاد بگیر، حالیش نمیشه کرد. و حالا یه بحث یا وقت نداریم. آقای فؤاد پاشایی، آقای مهر، خواستید چی در موردش مطالبی که آقای فؤاد پاشایی گفتن مطرح کنید؟ گفتم برمیگردم بهتون بگید، چون وقت نداریم. تو بفرمایید خواست چی بگید آقای فؤاد پاشایی؟ صداتون قطعه. من اولا خوشحالم که آقای پاشایی موضعشون رو عوض کردن، یعنی موضع حزبشون رو، برای که تا دیروز همه از این دفاع میکردن. خبرگزاری ها و سایت هایی که پخش کردن عبارتند از دویچه ویله، رادیو فردا،
ایران اینترنشنال آقای سازگار رفته دفاع کرده، در کلاب هاوس دیشب آقای بیت اللهی از این دفاع میکرد، البته مثل که سرشون خورده گرم بوده، یکی دوتا گلاس زیادی زده بودن، مطمئن نیستم که میدونستن چی دارن میگن، ولی همه از این دفاع کردن، هیچ کس این رو محکوم نکرد. بعدم آقای پاشایی وقتی که یک همچین بیانیه‌ای در چندین خبرگزاری معتبر، دویچه ویله که شوخی نیست، که رادیو فردا شوخی نیستش، که یورو نیوز، ببینید اینا وقتی پخش شده، این نشون میده که یه نفر که خیلی ارتباطات گسترده داره مثل آقای آهی میاد این کار رو میکنه. آقای آهی هم سابقه این کار رو داره، دو سال پیش هم 13 تا سازمان درست کرده بود که از بیانیه شاهزاده دفاع کنن، از جمله یکی از اون سازمان جبهه ملی برون مرز بود با آقای کهنلو و آقای چی بود اسمش معلم، این دو نفر اصلا نمیدونم مصدق و با سین می نویسن یا با ساد، اومده بودن جبهه ملی برون مرز درست کرده بودن که از شاهزاده دفاع کنن. ببینید این سازمان سازی ها سابقش هست و وقتی که میاد بیرون مارگزیده از دستمان سیاسی میترسه. حالا شما این رو تکذیب میکنید، خیلی کار خوبی میکنید، ولی اصلا نباید یک همچین چیزی پیش میرفت که این شرمساری رو ایجاد کنه و این بدبینی رو نسبت به اپوزیسیون بیاره. ببینید وقتی اپوزیسیون بدنام میشه یا ناکار آمده یا بد عمل میکنه، فقط یه حزب و ده حزب نیستش که، کل اپوزیسیون میره زیر سوال. و این مسئولیت هر آدم ملی و با شرفی که به پرچم شیر و خوش به یک پارچگی کشور اعتقاد داره، اینه که این جریان رو پاک و منزه نگه داره و اجازه نده بره زیر سوال. خیلی ممنون. امروز گفتم برنامه یه ذره کوتاه است، بخواید بحث بکنید اصلا این وقت میدیم به آقای فهد پاشایی که دفاع بکنن. من کوتاه بگم من فکر کنم که به حساب آقای مهر بالاخره خب با هر کی که دلخورم میخوام وقتی در اعلامیه پای همه رو بکشم وسط. من فهمم مثلا آهی چه رفت به این قضیه درستن تری پیاده تری پیاده چرا من گفتم یکی مثل ایشون دشواری دلخوریش رو میخوام تری چیزی یه جای دیگه حل کنم. خودشون رفت داره در مورد به حساب آقای بتونی آقای بتونی از اینکه ما 15 تا با هم امضا کردیم دفاع نکردن، از اینکه آقای رفت این بیانیه این مطالب این گفته ها درست است، ما با اعدام مخالفیم، ما با شکنجه مخالفیم، ما با بستر دهان مردم مخالفیم، اینو ما همه جا خواهیم گفت. شاید ده نفر دیگه هم که به خودشون ربط داره، اما یه مطلبی نیست که دوست من آدم سیاسی که ادای سیاسی در من کار ندارم، اما از خود بلند میشم به خمینی فوش دادم، به خامنه‌ای فوش دادم، فکر کنم سیاست مدار شدم. آدم سیاسی اول مطلب رو چک میکنه، اول ساعت و صبح موضوع رو در میاره، بعد در موردش بیانیه میده و مثلا شروع میکنه چون دوچه ویله لام که دوچه وقتی ما خودمون سر کاغذ خودمون دادیم بیرون و سر کاغذ ما نوشته هاش فرق میکنه با اونی که تو چطور میدونی بخوام میگم شرف بدین که آقا شما با هم دادیم بیرون، اصلا من نوشتم اون فرق میکنه، آقا شما نخونده ده برو که رفتی بگیم میخوایم فعلا مطرح باشین اتو مطرح، چون با دو تا جبهه به دیگه مخالفی فعلا پایینه که هم بکشیم وسط فوش میدونی که اون دو تا جبهه مولی رقیب اون حمله کنیم بشون ملی خودتونه، ولی پای ما رو تو دعوای شخص خودتون دو جبهه ملی نکشین. خواهش میکنم. خیلی ممنون. مرسی. ممنون از همه آقایون. سپاسگزارم. میدونم حرف گفتنی زیاده، وقتم داریم، هفته آینده فرصت هستید ایدن تو پاس چیزی جا مونده بفرمایید. ازبین که اصلا سپاسگزار باشم، سپاسگزارم تماشاگران عزیز، سپاسگزار آقای امیر تورکی کارگردان فامیل گرد خودمانی با سرکار دلدار و یک سپاس دارم، سپاسی بیکران و یک درود دارم بیرون بی پایان بر ایزد یکتان که به ما جان داد تا فدایگان کنیم. شبه تو پاس شد.